واقعیت در مورد زمانهایی که ما عصبانی می شویم. سلام عزیزان از شما دعوت می کنم تا برای شناخت واقعیت در مورد زمانهایی که ما عصبانی می شویم کوتاهی در کلام خدا داشته باشیم دوست خوب من کلام خدا به ما ایمانداران به عیسی مسیح نگفته که ما هرگز عصبانی نخواهیم شد بلکه کلام خدا به ما یاد میده که چطور عصبانیت به وجود آمده در خودمون را تشخیص بدیم و در کنترل نگه داریم تا اون عصبانیت ما را اسیر خودش نکنه عزیزان به طور کلی شاید بشه تمامی عصبانیت هایی را که ما به هر دلیلی تجربه می کنیم به دو مجموعه تقسیم کرد اول عصبانیت هایی که درست، صالح و مسلحانه هستند مجموعه دوم عصبانیت هایی هستند که نه تنها درست، صالح و مسلحانه نیستند بلکه کاملا بیارزشند و بسیار خطرناک عصبانیت صالح درست و مسلحانه زمانی در ما به وجود میاد که ما شاهد شکستن عمدی قوانین خداوند میشیم به عبارتی دیگه وقتی ما می بینیم که شخص یا اشخاصی دانسته و عمدن گناه می کنند و به قدوسیت خداوند و خواست الهی او بی توجه هستند در ما ایمانداران به ایسای مسیح عصبانیتی به وجود میاد که میشه اون را عصبانیت درست، صالح و مسلحانه نامید واقعیت تلخ اینه که بیشتر عصبانیت هایی که ما تجربه میکنیم درست، صالح و مسلحانه نیستند بلکه عصبانیت های خودخواهانه هستند برای مثال ما اغلب عصبانی میشیم چون به اون چه که دلمون میخواسته نرسیده ایم یا که شرایط و اوضاع زندگیمون به خواست خودمون و بر وفق مرادمون نیست یا که دیگران اونطور که ما ازشون انتظار داشته ایم رفتار نکردند و توقعات ما را از اونها به جا نیاورده اند. موارد بسیاری هستند که اگه ما با اونها عادلانه، عاقلانه و درست برخورد نکنیم خیلی سریع در ما عصبانیت بیارزش و خطرناک به وجود میارند. دوست من به نظر شما دیگه چه مواردی میتونن در ما عصبانیت بی ارزش و خطرناک به وجود بیارند؟ عزیزان برای محافظت ما از عصبانیت های بی ارزش و خطرناک کلام خدا در یعقوب فصل یک آیات 19 و 20 هشدار بسیار مؤثر و پسندیده ای داره در کلام خدا در کتاب یعقوب فصل یک آیه 19 میخوانیم برادران عزیز به این نکته توجه کنید بیشتر گوش بدهید کمتر سخن بگویید و زود خشمگین نشوید عزیزان در آیه 20 کلام خدا به ما میگی که چرا در 20 میخوانیم زیرا خشم نمیگذارد آنطور که خدا میخواهد خوب و درست کار باشیم آمین دوست خوب من ما ایمانداران به عیسی مسیح خوانده شده ایم تا نور و نمک این دنیا باشیم ما ایمانداران به عیسی مسیح خوانده شده ایم تا سفیر و نماینده پاک، لایق و شایسته عیسی مسیح در جامعه های خودمون باشیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح خوانده شده ایم تا منعکس کننده صبر، وفاداری، محبت و مهربانی او به دیگران باشیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح خوانده شده ایم تا اعلان کننده پیام فیض، رحمت و محبت او به دیگران باشیم. به همین جهت ما باید بسیار محتاط و مراقب گفتار و رفتارمون چه در خلوت و چه در جامعه در میان مردم باشیم. ما ایمانداران به عیسی مسیح انسان هستیم و مانند هر انسان دیگری احساس داریم و قابلیت عصبانی شدن در ما هست ولی ما نباید فراموش کنیم که بعد از ایمانمان به عیسی مسیح، حال روح القدس، روح مقدس خداوند در ما زندگی میکنه. روح القدس در ماست تا از ما محافظت کنه تا ما را تعلیم بده و راهنمای هر روز زندگیمون باشه به علاوه اینها روح القدس در ماست تا ما را قادر کنه تا بتونیم در اراده خاص خداوند که قبل از آفرینش ما منظور داشته زندگی کنیم دوست خوب من اگرچه هرگز عصبانی نشدن غیر ممکنه اما ما ایمانداران به عیسی مسیح میتونیم برای محافظت از خودمان و دیگران همواره رفتار و واکنش های خودمون را با آموزه های کلام خدا و هدایت های روح القدس فروتنانه محک بزنیم ما نباید هرگز اجازه بدیم تا عصبانیت بی و خطرناک حاکم بر رفتار و گفتار ما بشه گفتار، رفتار و واکنش های ما باید همیشه تحت کنترل روح القدس باشند تا موجب پشیمانی ما نشند تا موجب از همگسیختگی روابط دوستانه و زناشویی ما نشند تا مانع نور و نمک بودن ما در جامعه نشند تا مانع انکاس شخصیت ایسای مسیح و اعلان پیام فیض و رحمت او توسط ما به دیگران نشند دوست خوب من اگه شما زود عصبانی میشید اگه عصبانیت بارها و بارها زندگیتون را به هم ریخته اگه عصبانی شدن شما را منزوی نموده در همین لحظه از عیسی مسیح بخواهید تا به شما کمک کنه بیایید به کلام خدا مراجعه کنیم تا او واقعیت الهی خودش را در مورد زمانهایی که ما عصبانی میشیم به ما یاد بده. برای نمونه در کلام خدا در افسسیان فصل چهار آیات 23 تا 27 چنین میخوانیم. فکر و ذهن شما باید روز به روز تغییر کند و به سوی کمال پیش رود. بلی شما باید شخص جدید و متفاوتی شوید، شخصی مقدس و درست کار و این طبیعت نورا که به صورت خداست بپوشید دیگر به هم دروغ نگویید بلکه گفتارتان همیشه هم راست باشد زیرا ما اعضای یک دیگریم و اگر به یک دیگر دروغ بگوییم در واقع به خودمان لطمه میزنیم اگر عصبانی شدید اجازه ندهید گناهی از شما سر بزند پیش از آن که خورشید غروب کند خشم را از خود دور کنید زیرا اگر خشمگین بمانید به شیطان فرصت می دهید که شما را به گناه وادارد همچنین در افوس سیان فصل چهار آیات سی و یک و سی و دو می خانیم هر نوع تلخی، خشم، غضب درشتخویی، ناسزاگویی و نفرت را از خود دور کنید و در عوض نسبت به هم مهربان و دلسوز باشید و یک دیگر را ببخشید همانطور که خدا نیز شما را به خاطر مسیح بخشیده است باز در کلام خدا در کتاب امثال فصل پانزده آیات یک و دو میخوانیم جواب ملایم خشم را فرو می نشاند اما جواب تند آن را بر می انگیزاند. از زبان مرد دانا حکمت می چکد، اما از دهان آدم نادان حماقت بیرون میآید. همچنین در کلام خدا در امثال فصل چهارده آیه 29 میخوانیم کسی که صبر و تحمل دارد شخص بسیار عاقلی است اما از آدم تند خو حماقت سر میزند در امثال فصل 16 آیه 32 میخوانیم صبر از قدرت بهتر است و کسی که بر خود مسلط باشد از شخصی که شهری را تسخیر نماید برتر است و بالاخره در کلام خدا در کتاب جامعه فصل هفتم آیه نه کلام خدا میفرماید بر خشم خود چیره شو زیرا کسانی که زود خشمگین میشوند احمقند عزیزان از شما دعوت میکنم تا در پایان این مطالعه در کلام خدا با او گفتگو کنیم خداوند از تو سپاس گذارم که با روح مقدست روح القدس در من زندگی می کنی. خداوند از تو سپاس گذارم که برای زندگی من نقشه عالی داری و برای موفق شدن من در نقشه الهیت به من کمک می کنی. خداوند به من کمک کن تا فکر و ذهن من روز به روز تغییر کند و به سوی کمال پیش رود خداوند به من کمک کن تا هر نوع تلخی، خشم، غضب، دروشخویی، ناسزاگویی و نفرت را از خودم دور کنم خداوند به من کمک کن تا همه را ببخشم و نسبت به همه مهربان و دلسوز باشم خداوند به من کمک کن تا در مراوده های روزانه خودم با دیگران صبور باشم خداوند به من کمک کن تا همیشه هم گفتار، رفتار و واکنش های خودم را با آموزه های کلام تو و روح القدس محک بزنم خداوند به من کمک کن تا بیشتر گوش بدهم کمتر سخن بگویم و زود خشمگین نشوم دوستت دارم خداوند و سپاس گذارم که به من گوش می دهی من تمام جوان به زندگیم را به تو تسلیم می کنم از وجود من برای جلال نام خودت در ارادی الهیت استفاده کن در نام عیسی مسیح دعا می کنم. آمین.